در 116 روز از تظاهرات مردم در شهر تهران در مناطق غرب و شمال مردم از ساختمان‌ها شعار می‌دادند. همچنین در قبرستان بوکان مردم در مراسم 40 قادری یاد او را گرامی داشتند. همچنین مردم در شهر کرج نتوانستند به سر قبر سید محمد حسینی بروند و ماموران با حمله به افراد و ماشین‌ها مانع از این امر شدند. حسینی یکی از معترضان بازداشتی کرج در پرونده مرگ یک بسیجی بود که شنبه همراه با محمد مهدی کرمی اعدام شد، اما چون پدر و مادری نداشت مزارش بی سنگ مانده بود. هرچند دیروز به همت یکی از خیرین سنگ مزار پیدا کرد و عده‌ای قبر او را گلباران کردند. اما در تحول دیگر، جدا از اعلام خبر حکم اعدام 3 نفر در استان اصفهان که روز گذشته اعلام شد، امروز سه‌شنبه رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت در شهرستان نوشهر جواد روحی که لیدری گروهی از به گفته او اغتشاشگران و افراد حاضر در تجمع را بر عهده داشته و شهروندان را تحریک و تشویق به آشوب می‌کرده و متاسفانه 5 نفر جان خود را از دست دادند و تعدادی از ماموران تامین امنیت نیز مجروح شدند، 2 نفر به اعدام محکوم شدند که جواد روحی یکی از آنهاست. به گفت برای جواد روحی به دلیل عدم معرفی وکیل در مرحله دادسرا و دادگاه وکیل تسخیری انتخاب شد که این وکیل در دادگاه دفاعیات کاملی از موکلش انجام داد. متهم جواد روحی در مرحله تجدید نظرخواهی وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کرده است. یعنی این که با شکنجه و فشار از وی اعتراف گرفتند. هرچند وی گفت حکم وی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. همچنین ندا شمس وکیل مدافع فائزه هاشمی نوشت پیرو بازداشت سرکار خانم فائزه هاشمی پرونده آخر ایشان با اتهامات اعلامی به 5 سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری بر علیه ایشان مطرح است. همچنین در تحولی دیگر اخباری از آزادی برخی زندانیان نیز مطرح شد. محمد علی کانفیروزی وکیل دادگستری که پدرش از شهدای جنگ است و وکیل خبرنگاران اصلی انتشار خبر مرگ مهسا امینی است و قبلا نیز در مراسم دانشجویی در مقابل خامنه‌ای سخنرانی انتقادی کرده بود، با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد شد. وی قبلا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. همچنین روز دوشنبه لیلا حسین‌زاده فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق و نازیلا معروفیان روزنامه‌نگار با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. اما در آخرین تحول که نشان وقاحت روحانیون حاکم بر کشور را دارد، معاون دادستان کل ایران امروز عدم رعایت حجاب اجباری را جرم مشهود نامید و از صدور بخشنامه ی سوی دادستانی کل کشور به پلیس برای برخورد قاطعانه با این جرم خبر داد. این در حالی است که در شهرهای بزرگ بسیاری از زنان بدون حجاب در معابر عمومی رفت آمد می کنند. به گفته این مقام قضایی، دادگاه ها می توانند کسانی را که مرتکب این جرم می شوند علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل 1 یا چند مورد از مجازات های طبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم به مدت 6 ماه محکوم کند. انجام چنین بخشنامه‌ای قطعاً به دامنه درگیری‌ها با رژیم خواهد افزود. همچنین مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان در واکنش به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی گفت واکنش منفی گسترده به اعدام این افراد نشانگر بی‌اعتمادی جامعه به حاکمیت است. کمتر کسی اتهام وارده به این 2 جوان را باور می‌کند. اما احضارهای دیپلماتیک و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی با انجام اعدام‌های جدید افزایش یافت. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد که 2 مقام و 3 نهاد جمهوری اسلامی را برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در خصوص سرکوب معترضان به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. وحید یامین‌پور معاون وزارت ورزش و جوانان و محسن قومی عضو مجلس خبرگان و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی و روزنامه ایران وابسته به دولت ابراهیم رئیسی و بنیاد 15 خرداد که تحت مدیریت علی خامنه‌ای اداره می‌شود جزء این تحریم‌ها هستند.
همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا کاردار ایران در لندن را در اعتراض به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی احضار کرد. جیمز کلوردی وزیر خارجه این کشور در بیانیه‌ای با اعلام این مطلب تاکید کرد که بریتانیا در دیدار با دیپلمات ایرانی به شدیدترین نحو ممکن اعدام‌های شدید را محکوم کرده است. وزارت خارجه فرانسه هم اعلام کرد که کاردار ایران را برای محکوم کردن این اعدام‌ها و سرکوب فعلی در ایران به سخت‌ترین شکل ممکن احضار کرده است. در همین زمینه آلمان، نروژ، دانمارک و هلند نیز در اقدام‌های مشابه سفرای جمهوری اسلامی را احضار و مراتب اعتراض خود را در خصوص اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به نماینده جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند. همچنین در اقدامی غیر متعارف همزمان با صدور حکم اعدام برای 3 معترض دیگر در ایران از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پاپ فرانسیس در سخنرانی خود به مناسبت سال نو میلادی در واتیکان برای نخستین بار رژیم را به خاطر استفاده از مجازات اعدام در برابر مقامات محکوم کرد و این مجازات را ناعادلانه خواند و گفت که مجازات اعدام بازدارنده نیست و عدالت به همراه نمی آورد و تأکید کرد که مجازات اعدام پذیرفتنی نیست و این حکم را مغایر حرمت و شأن انسانی توصیف کرد. به نظر می رسد جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک محاصره دیپلماتیک بین المللی قرار گرفته و وضعیت داخلی ایران بسیار شکننده و ناسازگار است و حکومت قصد دارد با افزایش سرکوب معترضان، با تهدید اعدام و نیز گسترش فشار اقتصادی و افزایش بحران هسته‌ای مردم را ضعیف‌تر، فضا را دچار آشوب سازد و به تبع اعتراضات آنها را مهار کند. زیرا در فضای تشدید فقر و درگیری بسیاری از ایرانیان به فکر نجات خانواده‌های خود از فقر هستند و عده‌ای هم به دنبال خروج از کشور هستند. برخی ناظران معتقدند حکومت می‌خواهد با افزایش قیمت دلار و با تشدید فشار اقتصادی بر مردم از پیوستن آنان به صف تظاهرکنندگان جلوگیری کند یا آنان را در مقابل معترضان قرار دهد و پس از آرام شدن اوضاع سیاسی با تزریق دلار به بازار فشار اقتصادی بر مردم را قدری کاهش دهد. هرچند این سیاست‌ها باعث از بین رفتن خشم عمومی نمی‌شود و حکومت در امان از وقوع اعتراض‌های گسترده‌تر در آینده نخواهد بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مردم قم که همزمان با سالروز قیام 19 دی مردم قم در سال 1356 صورت گرفت، قیام مردم قم را سرآغاز یک جهاد بزرگ و تحول آفرین دانست و گفت این اقدام ایران را از هاضمه غرب بیرون کشیده است. خامنه‌ای گفت ایران در حال له شدن زیر دست و پای غرب بود، اما قیام قم موجب شد که ایران نجات پیدا کند و این قیام ایران را از زیر سلطه سیاسی و نظامی غرب بیرون کشید. وی افزود قیام قم سرچشمه یک قیام بزرگ در کل ایران شد. خامنه ای افزود شرایط کشور به گونه ای بود که کسی تصور نمی کرد که دارد در داخل یک کشور اسلامی راه می رود و در اینجا مردم مسلمانی زندگی می کنند. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هر کاری باید در زمان خودش انجام شود و نمی توان آن را به تأخیر انداخت گفت کار را به لحظه و به هنگام باید انجام داد. خامنه ای افزود کسانی که غفلت می کنند بعد دلشان می سوزد و زمانی وارد میدان می شوند که کار از کار گذشته است. وی تصریح کرد افراد نباید از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده آنها گذاشته غفلت کنند و تأخیر داشته باشند. به نظر می رسد که این اظهارات خامنه ای خطاب به کسانی از دایره افراد وابسته به نظام است که از نظام روگردان شدند و این سطح از خشونت و سرسختی در نظام را تایید نمی کنند و حتی با خشونت‌های اعمال شده از طرف نظام همدلی و همراهی ندارند. وی در واقع دارد به آنها هشدار می دهد که زمان حمایت از او که خود را مصداق اسلام و حسین و نظام می داند همین حالاست و اگر این افراد در حال حاضر در جبهه‌ای که او آن را جبهه حق می داند نباشند، در آینده اگر هم پشیمان شوند دیگر قادر به جبران نخواهند بود و حتی توبه آنها هم بیفایده خواهد بود. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتراضات اخیر گفت
دشمنان با ایجاد اغتشاشات می‌خواستند نقطه قوت جمهوری اسلامی را از بین ببرند، اما نتوانستند. وی گفت یک عده‌ای و خارجی‌ها در تبلیغاتشان این جور می‌خواستند وانمود کنند که این اعتراضات به دلیل مخالفت با ضعف‌های کشور است. وی افزود موضوع عکس این قضیه است و در واقع آنها می‌خواستند نقاط قوت جمهوری اسلامی را از بین ببرند. خامنه ای اعتراضات را به فریاد کشیدن در خیابان‌ها، فوش دادن، شکستن شیشه و آتش زدن سطل‌های زباله تقلیل داد و گفت درست است که مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما آیا مشکلات اقتصادی با آتش زدن سطل آشغال حل می‌شود؟ وی در ادامه گفت برخی به این دلیل که می‌خواهند جناحی را یا یک شخصی را یا یک گروهی را یا یک دولتی را به زمین بزنند، فوراً این موضوع را که پای دشمن خارجی وسط است انکار می کنند. خامنه ای تصریح کرد که دست خارجی ها در این اعتراضات کاملاً واضح بود. او تصریح کرد که نقش تبلیغاتی دشمنان در اعتراضات اخیر قابل چشم پوشی نیست و نمی شود آن را ندیده گرفت. خامنه ای به اقدامات رسانه های خارجی من جمله رسانه های غربی، عربی و عبری اشاره کرد و گفت آنها در تبلیغات خود می‌خواستند اینجور وانمود کنند که این اعتراضات به خاطر ضعف های مدیریتی و ضعف های اقتصادی است. وی با تایید این موضوع که ضعف های اقتصادی وجود دارد گفت شکی نیست که مشکل اقتصادی وجود دارد، اما مشکل اقتصادی که با آتش زدن سطل آشغال حل می شود. خامنه ای گفت اینها نمی‌خواستند نقاط ضعف را از بین ببرند، بلکه می‌خواستند نقاط قوت را که امنیت بود از بین ببرند. وی در ادامه اقدامات این افراد را خیانت خواند و با اشاره به اینکه دستگاه‌های مسئول با این اقدامات خیانتبار برخورد جدی و عادلانه می‌کنند تأکید کرد باید همین اقدامات جدی صورت بگیرد. او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه جوانها با وسوسه‌های تبلیغاتی اقدام به این کار کردند گفت وسوسه تأثیرگذار بر جوان و نوجوان را باتون برطرف نمی‌کند، بلکه تبیین برطرف می‌کند. خامنه ای به این ترتیب نه تنها ضرب و شتم جوانان در خیابان‌ها را به صراحت مورد تایید قرار داد، بلکه آن را کافی نمی‌داند و تصریح کرد که قوه قضاییه باید به برخوردهای خود با این افراد ادامه دهد. قوه قضاییه مهمترین اقدام خود در برخورد با این خیانت‌ها را اعدام جوانان قرار داده و در حالی که تاکنون 4 نفر از آنها را اعدام کرده، هر روز احکام اعدام بیشتری را صادر می‌کند. خامنه ای به صراحت این اقدامات قوه قضاییه در صدور این احکام سنگین را مورد تایید قرار داد و عملاً نشان داده که با این احکام کاملاً موافق است. برخی تحلیلگران تأکید دارند که جابجایی فرمانده نیروی انتظامی با فردی مانند رادان که بیرحمی و شقاوت او در برخورد با معترضان زبان زده است، یکی از این علامت هاست که وی از میزان برخورد اشتری فرمانده سابق نیروی انتظامی با معترضان راضی نبوده و ملایمتی را که او در این خصوص در خیابان اعمال کرد یکی از دلایل طولانی شدن اعتراضات می داند و با فهم ناقص خود تصور می کند اگر با اعتراضات زودتر و با خشونت بیشتری که احتمالاً اشتری از اعمال آن پرهیز داشت برخورد می شد، این اعتراضات ادامه پیدا نمی کرد. خامنه ای خود را برای اعتراضات بعدی آماده می کند و با قرار دادن رادان در رأس فرماندهی نیروی انتظامی آماده است که با سخت‌ترین و خشونت‌بارترین شکل ممکن اعتراضات احتمالی بعدی را از خیابان جمع کند. به گفته تحلیلگران، او حتی هنوز دلیل این اعتراضات را نفهمیده است. در حالی که شرایط استفاده کاربران از اینترنت برای مردم روز به روز دشوارتر می شود و وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی به جای تسهیل در ارتباطات آن را مدام دشوارتر و محدودتر می کند و برخی مواقع با کندتر کردن اینترنت و کاهش دسترسی به اینترنت حتی استفاده از شبکه جهانی را هم محدود می کند و عملاً برای بسیاری دسترسی به سایت های مجاز خارجی هم غیر ممکن است، عیسی زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین موضع‌گیری خود در قبال اینترنت ضمن استقبال از فعال شدن اینترنت ماهواره‌ای در کشور در این حال گفت استقبال از اینترنت ماهواره‌ای مشروط به رعایت قواعد سرزمینی جمهوری اسلامی است. زارپور همچنین به فعال شدن نزدیک به 1000 اینترنت ماهواره‌ای در داخل ایران اشاره کرد و ضمن تایید خبر فعال شدن این اینترنت گفت اینترنت ماهواره‌ای فعال شده،
اما تصریح کرد وزارت ارتباطات نمی‌داند که تاکنون چه تعداد اینترنت ماهواره‌ای در داخل ایران فعال شده است. زارپور افزود صاحب و دارنده شرکتی که این خدمات را ارائه می‌کند می‌تواند آمار صحیح را بدهد. ظاهراً زارپور با این اظهارات اصلا نمی‌داند که اینترنت ماهواره‌ای که به نام استارلینک معروف است چیست. اینترنت ماهواره‌ای را شرکتی در ایران ارائه نمی‌کند که کسی بتواند از آن اطلاعات مربوط به میزان فعالیت اینترنت ماهواره‌ای را پرسجو کند. این امکانات از طریق شبکه ارتباطی استارلینک به شکل نامحدود برای ایران عرضه شده و کسانی که به تجهیزات دریافت امواجی ارتباطی آن دسترسی داشته باشند قادر به استفاده از اینترنت ماهواره‌ای هستند. اگر هم کسی باشد که بتواند آمار در این خصوص ارائه کند و بگوید که در ایران چند نفر از اینترنت ماهواره‌ای استفاده می‌کنند، خود ارسال کننده این امواج رسانه‌ای و در واقع شرکت ایلان ماسک است که می‌تواند تعداد تجهیزات مورد استفاده در ایران برای دریافت اینترنت ماهواره‌ای را تخمین بزند، وگرنه در ایران شرکتی به ارائه خدمات در این خصوص مشغول نیست. اظهارات وزیر ارتباطات در این خصوص که فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در ایران منوط به تایید و پذیرش قوانین جمهوری اسلامی است نیز دلیل دیگری است که نشان می‌دهد که وی حتی اطلاعاتی در زمینه چند و چون راه اندازی این شیوه ارتباطات اینترنتی نیز ندارد. ماهواره استارلینک که امکان استفاده از اینترنت نامحدود جهانی را بدون نیاز به شرکت‌های مخابراتی داخل ایران و شبکه ارتباطی وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی فراهم می‌کند، اساساً در پی اعتراضات در ایران و با محدود شدن و مسدودی شبکه اینترنتی توسط وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و به دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت ایران برای ایران فعال شد و هدف از آن رفع محدودیت‌های اینترنتی در ایران است و اگر قرار باشد که اینترنت جهانی که برای رفع محدودیت‌های اینترنت در ایران برای ایرانی‌ها فعال شده به مجوزهای جمهوری اسلامی ایران وابسته باشد و فعالیت آن منوط به صدور اجازه از طرف جمهوری اسلامی باشد، که اساساً ارائه این اینترنت از طرف ایلان ماسک برای ایران بی‌معنی است. در حال حاضر اینترنت ماهواره‌ای برای ایران قابل استفاده است و بخشی از تلاش جهانی برای دسترسی بدون محدودیت به شبکه ارتباطی اینترنتی است و با مبلغی نچندان زیاد برای همه قابل دسترسی است و کاربران تنها باید تجهیزات دریافت امواج را خریداری و نصب کنند که مبلغ آن حدود $500 است که به دلیل ممنوعیت ورود تجهیزات و ارائه آن در بازار سیاه قیمت آن به حدود 100 میلیون تومان رسیده است. برخی پیش بینی می کنند که با توجه به سابقه واردات دیشا و تجهیزات ماهواره‌ای توسط سپاه و همچنین نقش سپاه در قاچاق کالاهای ممنوع به ایران، سپاه به واردکننده تجهیزات استارلینک برای بازار سیاه این تجهیزات در ایران نیز تبدیل شود. به گزارش رویترز، جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان سفر خود به مکزیک همراه با جو بایدن به خبرنگاران گفت که ایران ممکن است با تأمین پهپادها و سایر تسلیحات مورد استفاده روسیه در حمله به اوکراین به جنایات جنگی گسترده در اوکراین کمک کند. اظهارات سالیوان با استناد به گفته مقامات اوکراینی بوده که گفتند روسیه از صدها هواپیمای بدون سرنشین شاهد 136 ساخت ایران در حمله به اوکراین استفاده کرده است. پیش از این مقامات ایالات متحده در ماه اکتبر گفتند مدارکی در اختیار دارند که ثابت می‌کند که نیروهای ایرانی مستقیماً بر روی زمین در کریمه و در جریان جنگ در کنار نیروهای روسی حضور داشتند. از طرفی وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته هم تحریم‌ها و اقدامات گسترده‌تری را علیه بخش هوایی و دفاعی ایران اعمال کرده. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش اعلام کرده بود ایران اکنون به بزرگترین حامی نظامی روسیه تبدیل شده است.
توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جهان به موج تازه اعدام‌ها در ایران. شبکه خبری CNN می نویسد بعضی از خانواده‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند تا جان فرزندانشان را نجات دهند. این شبکه تلویزیونی اشاره می‌کند به تجمع شب گذشته گروهی از مردم در مقابل زندان رجای شهر برای ممانعت از اجرای حکم اعدام دو جوان به نام‌های محمد قبادلو و محمد بروغنی، تجمعی که دست کم تا کنون مانع اعدام این دو جوان شده است. هرچند نگرانی ها در مورد احکام صادر شده جدید همچنان وجود دارد. همزمان با بازتاب این رویدادها در میان رسانه های امریکایی، روز دوشنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا هم نسبت به اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی واکنش نشان داد و این اعدام ها را منزجر کننده دانسته است. نت پرایس در این رابطه میگوید این اعدام ها بخشی از تلاش رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است برای خاموش کردن اعتراضات. او میگوید ما همچنان با متحدان و شرکای خود در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم رژیم ایران را در قبال سرکوب وحشیانش پاسخگو کنیم. ابراز نگرانی هایی که البته شاید در میان افکار عمومی ایران تازگی ندارد اما اقناع کننده نیست. در روزهای اخیر بسیاری از فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری اعدام های صورت گرفته و به ویژه روند قضایی در ساختار نظام جمهوری اسلامی را ناعادلانه دانستند. هرچند به باور بسیاری نباید از این احکام به عنوان اجرای عدالت یا حتی اعدام نام برد، بلکه نوعی قتل حکومتی است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا میگوید که این شکل از رفتار حکومت جمهوری اسلامی غارت جان مردم است. نت پرایس میگوید که دولت امریکا سرکوب وحشیانه مردم از سوی رژیم جمهوری اسلامی را محکوم میکند. در سوی دیگر رابرت مالی، چهره جنجالی که در ماه‌های اخیر به ویژه از سوی افکار عمومی ایران مورد نقد و انتقاد قرار گرفته، در توییتی از حکومت جمهوری اسلامی خواسته که از اعدام جوانان ایران خودداری کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم اشاره کرده به افزایش تنش میان رژیم جمهوری اسلامی و فرانسه در پی انتشار کاریکاتورهای نشریه شارلی ابدو. این خبرگزاری می نویسد در میان نهارمی ها تندروهای ایران خشم خود را متوجه فرانسه کردند. اسوشیتد پرس بار دیگر به اعتراضات سراسری در ایران اشاره می کند و می نویسد این شدیدترین و بزرگترین چالشی است که نظام جمهوری اسلامی از زمان انقلاب سال 1979 به این سو با آن روبرو بوده است.